أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد و توصیف و ثنا بر خالق یکتا بود آن خداوندی که بر احوال ما بینا بود سجده و راز و نیاز به درگاه او باید کرد جمله عالم بی خبر او صاحب معنا بود عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت یکایک شما بیننده های عزیز برنامه عصر حریوا خوش آمدید به این برنامه از برنامه های سلسله برنامه های عصر حریوا خوشحال هستم که بار دیگر از طریق این برنامه میزبان شما عزیزان و گرامیان بیننده این برنامه هستم امیدوار هستم تا ختم برنامه با بخش های مختلفی که امروز قرار هست خدمت شما ارائه بشه ما همراه باشید و از داشته برنامه امروز استفاده عظیمی ببرین در قسمت اول برنامه قرار داریم جناب استاد دانشیار را دعوت کردیم استاد بسیرمت دانشیار که همه شما با چهره جناب استاد آشنا هستیم قبل از اینکه من سوال مطرح کنم یا موضوع برنامه مطرح کنم جناب استاد را در برنامه خوش آمدید عرض میکنم و حتما مقدمی دارن میشنویم جناب استاد خیلی خوش آمدید در برنامه سلامت باشین من عرض سلام و احترام دارم حضور شما همکاران خوب شما و بینندگان نجیب و ورجاوند شما آرزوی سلامتی و بهروزی رو دارم و برگزاری آزمون انتخابات را هم برای ملت افغانستان تبریک و خوشاستباد عرض میکنم سپاسگزار هستیم بله بیننده عزیز امروز موضوع برنامه همونطور که جناب استاد اشاره کردن روی انتخابات هست حالا جایگاه انتخابات چگونه هست و ای که چه اهمیتی داره انتخابات هایی که برگزار میشه چالش ها و موانعی که سر راه انتخابات هست چگونه هست و اگر یک انتخابات درست و واقعی داشته باشیم چگونه انتخابات باید باشه این موضوعات هست که با جناب استاد در میان خط گذاشتیم انشالله که ما را همراه باشین برنامه دنبال بکنیم جناب استاد اول روی انتخابات صحبت بکنیم انتخابات یعنی چی اگر به طور کلی صحبت بکنیم مفهوم انتخابات چی چیزی را افاده میکنه بله سپاسگزارم از شما بر اساس قانون اساسی افغانستان و بر اساس قوانین نافذه افغانستان در واقع مردم تصمیم میگیرن که چه کسی زعیمشان باشه و مردم به اساس همین تصمیم به پای صندوق های رای میرن و از حق شهروندی خود و از حق اساسیشان که همانا انتخاب و گزینش زعیم ملیشان هست از این بهره میبرن این یک مفهومی به نام انتخابات هست در افغانستان که ما شاهدش هستیم و مردم در پروسه های ملی مثل انتخابات چه در انتخابات ریاست جمهوری چه در انتخابات ولسی جرگه و چه در انتخابات شوراهای ولایتی و یا حتی در انتخاب شاروال ها و والی ها که و شوراهای ولسوالی ها که پلان هایی است که برای شکل یا به شیوه گزینشیش استفاده بشه این اصطلاح استفاده میشه در افغانستان و این خیلی سابقه طولانی در افغانستان نداره و هنوزم که هنوز است ما نیازمند این هستیم تا اینکه انتخابات را فرهنگ سازی بکنیم و افرادی که از شیوه و از مؤلفه و ابزارهای انتخابات استفاده میکنن آگاهانه استفاده بکنن و آرای خود را به صندوق مسئولانه بریزانن و به شخصیت‌های اصلح و به شخصیت‌هایی که اونا میتونن واقعا مدیریت کشور ماتمزده ایمار و کشوری که واقعا سالهای متمادی جنگ و خونریزی و فقر دامنگیر مردم ما شده و مردم را به نوعی به چالش‌های بسیار جدی مواجه ساخته او شخصیتی که مردم انتخاب میکنن او بتانه مردم و وضعیت موجوده به وضعیت مطلوب سوق بده این مفاهیم انتخابات است اما در انتخابات افغانستان متاسفانه هنوز هم چالش های بسیار جدی است خیلی ها به خاطر مسائل قومی میرن به پای صندوق های رای و خیلی ها به خاطر مسائل سمتی به پای صندوق های رای میرن و خیلی ها به خاطر مسائل مذهبی ممکنه به پای صندوق های رای برن اما کمتر افراد به اساس تخصص و به اساس تعهد و به اساس حرفه‌ای بودن و متخصص بودن یک شخصیت ما کمتر شاهد بودیم که گزینش ما تخصص و تعهد و ایمانداری و وطن دوستی و این حرفا بوده باشه بنان این به عنوان یک چالش مطرح است که حالا از چالش های مردم سالاری هم همین قضیه در جامعه افغانی و در جامعه ما بسیار به شدت گلایه هست و این گلایه هم در بسا موارد در خور تعامل هست و ما میتونیم بپذیریم که واقعا پروسه های مردم سالاری و استفاده از حقوق شهروندی و حقوق اساسی شهروندی متاسفانه به شکل شاید و باید و به شکل شایسته و بایستهش به شکل احسنش استفاده نشده و در بسیار موارد استفاده های ابزاری و نامشروع از او شده و حتی در برخی موارد متاسفانه معامله گری های صورت گرفته که این برای ملت مردم ما در واقع قربانی های گزاف گذاشته و ما امروز شاید خیلی از ناهنجاری هایی که در اجتماع خود هستیم اینه که ما گزینش درست نداشتیم و فراموش نباید بکنیم که ما هستیم که تصمیم میگیریم چه کسی زعیم ما باشه چه کسی وکیل ما باشه چه کسی والی شهر ما باشه و چه کسی در آینده شاروال ما باشه و چه کسی نماینده ما در شورای ولایتی باشه
پس بنابراین بر اساس این گزینش ما باید مسئولانه گزینش بکنیم که امیدوار هستم که روز به روز ما به سمت گزینش مسئولانه حرکت بکنیم. بسیار نیک جناب استاد، یکی این که امیدواری هست، یکی این که باید در این قسمت کار بشه. آیا در پیشبینی شما یا خوشبینی شما وجود داره که در انتخابات بعدی ما بتونین همو دیدگاهی که شما مطرح کردیم در انتخابات بعد تحقق پیدا بکنه و پیاده بشه؟ یقینا ما خیلی ناامید نیستم، اما گهگاه جهل موجود در جامعه ما مرا به نوعی متاثر می سازه که ما کمتر آگاهانه و عالمانه رای میدیم و مدبرانه رای میدیم. ما بیشتر از وقتها سمتی و منطقه‌ای و حزبی و قومی نگاه کردیم به مسائل پروسه‌ای مثل انتخابات، و این سبب شده که صدمات بسیار عظیمی را بر پیکر جامعه ما برمغان بیاره. متاسفانه امروز دردهایی که در جامعه ما و شما هست، ای که ما ادعا میکنیم چرا وکیل ما فلان نکرد، چرا رئیس جمهور ما یا رئیس اجرایی ما فلان نکرد، این باید ما به خود آییم که ما در گزینش خود چقدر معیار شایستگی و لیاقت را مورد توجه خود قرار دادیم، تا ای که این بزرگواران بر اساس لیاقت و شایستگی و درایت و تدبری که دارن برای ما شما برنامه ریزی بکنن. اگر امروز هموطن ما رأی خود را دیروز فروخته، این روز میایم میگه چرا رئیس جمهور و چرا رئیس اجراییه یا چرا وکیل پارلمان یا وکیل شورای ولایتی یا فلان سمت انتخابی دیگر پاسخگو نیست. نباید پاسخگو باشه، چون ما دیروز معامله گری کردیم، در مقابل معامله رأی دادیم، در مقابل شایسته سالاری، در مقابل تدین، در مقابل مسلکی بودن و در مورد ای که یک شخصیت که دستش به خون مردم آلوده نباشه ما اقدام نکردیم و ما بر اساس این معیارها و این شایستگی ها رأی ندادیم. امروز نباید انتظار داشته باشیم که ما وضعیت مناسب داشته باشیم، اما با آنم یک عده از عزیزان ما و یک عده از شهروندان وظیفه شناس و وجیبه شناس ما بودند و هستند که بسیار صادقانه رأی میدن، بسیار صادقانه رأی دادن، و این امیدواری را ما هر روز شاهدش هستیم که این در حال افزایش است. ما امروز مردم با پای صندوق‌های رأی رفتن و من این افتخار را برای مردم افغانستان تبریک میگم، با آنکه هنوزم که هنوز است انتخابات ما همراه با چالش هاست، انتخابات همراه با تقلب است، انتخابات همراه با تخلف است، انتخابات همراه با مشکلات فنی است، انتخابات متاسفانه هنوز هم آگاهانه و شعورانه و خیلی میشه گفت مدبرانه نیست. رفتن به پای صندوق‌های رأی بر اساس یک سری مؤلفه‌های دیگری است، اما بان هم این امیدواری و روزنه ای را باز کرده که ما روز به روز بیدارتر از دیروز میشیم، ما به فردای روشن، به فردای میشه گفت مرفع و مترقی و متعالی باورمند هستیم. به این امید را هیچ کسی از ما گرفته نمیتونه، چرا ما هستیم که این امید را در عمل پیاده میکنیم، این آرزو را ما میتونیم نهادینه بسازیم. اگر ما در عمل وارد میدان نشیم و این آرزوها را محقق نسازیم، قطعا نباید انتظار داشته باشیم که خارجی ها و اجنبی ها و دیگران و کسانی که مفسد الارضن، به نوعی فساد میکنن در روی زمین، اونا بیاین این اصلاحات را در جامعه ما برمقام بیارن. پس ما مکلفیت داریم، ما مسئولیت داریم، ما باید وارد میدان باشیم و در این میدان مسئولانه و صادقانه و شجاعانه به خاطر رفاه و به خاطر سربلندی افغانستان گام‌های اساسی و متین و استواری را برداریم. بسیار نیک، سپاسگزار هستیم جناب آقای دانشیار. و نکته که اشاره کردیم، من می‌خوام پرسان بکنم، حالا این معامله‌گری که اگر انجام بشه، مسئول کسانی هستند که بعد به او چوکی‌ها می‌نشینن یا کسانی هستند که رأی به او افراد می‌رسانند؟ هر دو طرف قضیه در این قضایا دخیل هستند. ببینیم وقتی من به عنوان یک نامزد در هر پست و سمتی تمایل نداشته باشم برای دیگرها به خاطر تطمیعشان و به خاطر ای که اونا به نفع ما کنار بیایند، به اونها باغهای سرخ و سبز نشان ندم، حتی به اونها وعدهای دروغینی ندم و حتی به اونها وعدهایی که از توان و استطاعت ما در انتخابات، در انتخاباتهای متعدد، انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات ولیسی جرگه و شورای ولایتی بالاتر هست. ما وقتی این چنین بستری را مساعد نکنیم، یعنی هر کسی که چنین خواسته از ما داشت ما به او لبیک نگیم، آیست آیست این فضا بسته میشه. طرف دوم قضیه کسانی هستند که ارباب رجوع هستند، کسانی هستند که اینا خودشان فکر میکنن منبع رزق و روزیشان همان آستانه انتخابات است که از این به چند کیسه برنج و چند کیسه برنج روغن و به شکل از اشکال به مقدار پولی
که او پول خدا میدن از کدام منبع و از کدام دریچه آمده، به همو اکتفا میکنن، سرنوشت خود، سرنوشت ملت خود و سرنوشت فرزندان خود رو به دست یک انسان ناتوان و یک انسان مفسد و یک انسان معاملگر میدن که فردا توانایی مدیریت کشور، مدیریت حوزه یا صلاحیت ایتی مسئولیت خود را هم نداره و او افغانستان را به بحران میبره. با این وجود ما خوب است که آگاهانه و مسئولانه در این قضیه قدم بگذاریم و متوجه باشیم که رأی ما یک امانت است و ما باید این امانت را مسئولانه، شجاعانه و صادقانه و با تدبر و مدبرانه به فردی که فکر میکنیم از دیگران بهتره یا اصلح تره یا خوبتره به او انشالله واریز بکنیم و ما بتانیم که آینده ای روشن برای خود، برای جامعه خود و برای مردم خود برمقام بیاریم. اما در افغانستان واقعا پروسه های مثل انتخابات همراه با چالش های بسیار جدی است. شما اگر امنیت را به عنوان یک چالش جدی مطرح بکنیم، اینا نمیتونیم این کار بکنیم. اگر شما بیایم تقلب را در پروسه انتخابات مطرح بکنیم، اینا نمیتونیم این کار بکنیم. تخلف را نمیتونیم، جعل و تزویر را نمیتونیم. اما یک مسئله که همیشه دامنگیر ما هست اینه که اگر کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی، اگر شهروندان یک محیط و منطقه و جغرافیا و اگر کسانی که به نوعی زی دخل قضایا هستند تخلف نکنند، تقلب نکنند، جعل و تزویر نکنند، آیا کاندید ریاست جمهوری توانایی این کار را داره؟ هرگز نداره. و این به وسیله تتمی ممکن است و اگر ما وجدان خود را قاضی بکنیم و به خاطر ادای دین خود بیایم رأی بدیم و نه به خاطر ای که حداقل کاری را بکنیم که فردا با آبونان برسیم، خب اینجاست که ما میتونیم فردا از کسی که به او رأی دادیم از یقش بگیریم و بگیم که برای ملت و برای مردم ما چی کردی. اما وقتی ما در بدلش پول میگیریم، امتیاز میگیریم، جا و جگاه و منصب و چوکی میگیریم، نباید انتظار داشته باشیم. بسیار نیک جناب استاد، گزینه اشاره کردیم که اگر ما درست رای بدیم، مسئولانه رای بدیم، فردا میتونیم از اون نفر پرسان بکنیم که چی کردی برای ما. آیا چنین چیزی در افغانستان وجود داره و ما شاهد مواردی هم هستیم که افراد مسئولانه رای دادن ولی به آن هم پاسخگو برای اینا کسی نبوده و این شما حالا اشاره میکنیم که اگر رأی مسئولانه و درست داده بشه میشه فردا از اون نفر پرسان کرد، اما شرایط فعلی چنین چیزی نیست جناب استاد. حالا شما چگونه است؟ بله موافق هستم، ما میتونم بپذیرم که در بعضی موارد پاسخگویی لازم برای بعضی از افرادی که صادقانه و بدون کدام طمع هم رفتن رأی دادن پاسخگویی لازم نبوده، اما اگر بیایم مطالعه بکنیم و این به شکل جرفش نگاه بکنیم، این چونین وجدان های بسیار محدود هستند. وجدانی که رأی پاک مردم رو بگیره و این رو پشت پا بزنه و به این خیانت بکنه و این صداقت مردم رو نادیده بگیره، من فکر میکنم وجدان نیست. من با این باور هستم که چنین شخصیت هایی که اگر با فریب و مکر و حیله و دروغ آمدن رأی پاک و رأی بیالایش مردم رو میگیرن و فردا به این اعتماد مردم پشت پا میزنن، اینها در واقع تاریخ بر موردشان قضاوت میکنه. ما برای بار دوم، برای بار سوم، برای بارهای بعدی هرگز شاید دیگه به اینها اعتماد نکنیم. ما متاسفانه یک حافظه تاریخی موقتی داریم. ما در بسیار موارد فراموش میکنیم که دیروز دیگران که با ما وعدهای دروغینی دادن امروز چه وعدهای میدن، فردا چه وعدهای خواهند داد. آیا رسالت ما و مسئولیت ما ایجاب میکنه که دوباره دنبال رو افرادی باشیم که دیروز با ما دروغ گفتن، دیروز به هم پیمانان خود دروغ گفتن، دیروز هم پیمانان خود را به خاطر منافع مادی و شخصی و حزبی و سمتی و منطقی خود همه چیز را نادیده گرفتن و در مقابل افرادی که واقعا تا دیروز مدعی بودن که آقای اکس، آقای وای، فلان جنا، فلان جنا، فلان جنا، از جمله جناهایی هستن که اینا بی باور هستن، اینا اعتقاد ندارن، اینا فلان هستن، اما دست به دامن او جناها میزنن. ما باید این روی کرد رو بسنجیم و مطالعه بکنیم و تعمق بکنیم و بعد تصمیم بگیریم. من باورمند هستم که ممکن است اگه ادعی بیان فریب بدن مردم ما، رأی مردم را بگیرن، حالا در انتخابات ریاست جمهوری یا در انتخابات های دیگر، اما مردم ما به هوشیاری لازم رسیدن که اگر صادقانه و مدبرانه نگاه بکنن درک میکنن که چی کس صادقشان هست، چی کس منبع اعتمادشان هست، چی کس مورد اعتماد لازمشان میتونه باشه. به این گزینه ها باید تمرکز بکنن. اما اگر واقعا ما نادیده بگیریم، تعصب چشمان ما را کور کرده و گوشای ما را کر کرده باشه و ما به سمت های حرکت بکنیم که او سمت ها به منافع مردم افغانستان نیست و اونا منافع مردم افغانستان را همیشه زیر پا میکنن،
پس ما در واقع عامل یک بحران در یک کشوری هستیم که فردا باید پاسخگوی بحران باشیم. سپاسگزارم جناب استاد، تشکر. و میخوایم مطرح بکنم، چون گزینه امیدواری مطرح شده و شما خوشبین بودین در آینده ها، ما حدودا تقریبا دو دهه میشه که ما چند انتخابات برگزار کردیم و این امیدواری چی و تا چی وقت ما ادامه بدیم که بتونین به او انتخاباتی که واقعی هست و او انتخابی که واقعا شخصی که لیاقت باشه شایسته و چوکی هست انتخاب بشه، تا چی وقت ممکن خواهد بود؟ ببینیم، اگر انتخابات نخست و انتخابات دوم ریاست جمهوری رو ببینیم، مطالعه کنیم، میبینیم که در اونجا فساد مالی کمتری نسبت به انتخابات سوم بود و خوشبختانه در انتخابات چهارم ریاست جمهوری ما این برای افراد کمتر شاهد بودیم. حالا ممکنه که جنای قانونی، ممکنه که کسانی که خود را اربابان رای میدانن، کسانی که خود واقعا فکر میکنن بانکای رای هستن، به نوعی معامله گریایی کردن، اما مردم به شکل مستقیم و رو در رو با این قضایا دخیل نبودن. در انتخابات اولیسی جرگه و در انتخابات شورای ولایتی متاسفانه مردم به شکل مستقیم با این قضایا رو در رو بودن. حالا ما همه این مردم رو متهم نمی‌کنیم، عزیزانی بودن که واقعا با اخلاص رأی دادن، با اخلاص به پای صندوق رأی رفتن، اما ایده بودن که در بدل 1000 یا 2000 افغانی رأی میدادن. و این بیانگر اینه که این رابطه دوسویه است، هم عرضه کننده و هم تقاضا کننده هر دو به عنوان مفسد در این قضیه دخیل بودن. البته کسانی که گفتم معامله گری کردن، اما در انتخابات ریاست جمهوری یک حلقه مافیایی وجود داره که حلقه مافیایی میتونه وکلای بعضی از وکلای گذر باشه، این میتونه بعضی از نمایندگان مردم باشه، این بعضی از بزرگان قوم باشه، بعضی از افرادی که خود در واقع سردمدار رأی مردم را دارن، اینا میتونن به عنوان حلقات مافیایی باشن که مردم دیگر استثمار میکنن و استحمار میکنن و به منافع اقتصادی و امتیازی شخصی خود میرسن. و در این میان یک تعدادی از تیم ها هم به نوعی با اینا، با این معامله گرا وارد معامله میشن و به اینا به نوعی وانمود میکنن که شما میتونید از این دریچه بابونان برسیم. بنابراین این یک چالش بسیار جدی است. ما امیدوار هستم که همانطوری که مردم ما الحمدلله بیدار شدن و میدانم خوب و بدره، به این یک بار دیگه نبگن به خواست او کسانی که حلقه مافیایی رو تشکیل میدن و از این حلقه مافیایی با آب و نان میرسن و از این به امتیازات اقتصادی و امتیازات مادی میرسن، جلو اونا رو بگیرن، بگن ما خودمان نماینده خود هستیم، ما این که تصمیم میگیریم که به چه کسی به اساس چه معیارهایی رای بدیم، شما حق نداریم که ما رو استثمار بکنیم، شما حق نداریم ما رو استعمار بکنیم. وقتی این روی کرد ایجاد بشه، دیگه کسی به سراغ این حلقه مافیایی نخواهد رفت و انتخابات ما هم از تقلبات گسترده و از تخلفات گسترده و از جعل و تزویر گسترده در امان خواهد بود. اما نیازمند این هست که ما سیستم الکترونیکی داشته باشیم، نیازمند بیداری بیشتر هستیم تا اینکه ما بتانیم یک انتخابات شفاف، همه جانبه و یک زعیم واقعی که مورد پسند همه مردم افغانستان باشه و را گزینش بکنیم. بسیار نیک. جناب سال، اگر یک بررسی تطبیقی داشته باشیم، چون افغانستان از جمله کشورهای جهان سوم هست، کشورهای دیگه هم که چنین وضعیت رو داشتن، آیا چنین مشکلات رو پیش رو نبوده و چالش ها سپری کردن که تا اینکه یک مرحله سپری کردن و بالاخره نجات پیدا کردن، یا نه این چالش ها مختص به خود افغانستان است؟ یا اگر دستبندی بکنیم، شاید چالش های باشه که عمومی باشه و چالش های باشه که مختص به خود افغانستان؟ بله، باشه. یقینا اگر ما بیایم این تو به شکل مقایسه ای و تطبیقی ایره یک مقایسه داشته باشیم، در میابیم که در خیلی از کشورهای دنیا وقتی چنین شرایطی ایجاد شده بود و این چنین پروسه های نوپای روی دست گرفته شده بود، چنین مشکلات به حد معدود ترش بوده. ما حتی در کشورهای همسایه همین لحظه شاهدش هستیم. من چند روز پیش سفری که داشتم، در اون سفر با یکی از خارجی‌ها صحبت می‌کردم، دقیقاً همین مباحث مطرح کردن که در انتخابات شورای ولایتی یا شورای مجلس نمایندگان همین مشکلات دقیقاً وجود داره. اما در انتخابات ریاست جمهوری این مشکلات به حد وسیعش نیست، مگر اون علاقات مافیایی که من گفتم هم در افغانستان است و هم در دنیای دیگه و در کشورهای دیگه هم قطعا وجود داره. اما به این پیمانه ای که مستقیم و رو در رو و به شکل مفتزهانه ایش اگه دیمیان دست به معامله گری میزنن، میگن در بدل یک رای من اینقدر افغانی یا اینقدر دلار باید بپردازی، این دیگه خیلی مفتزهانه است. ما کمتر سراغ این چنینی داریم، حتی در کشورهای دور هم ما این چنین سراغ رو نداشتیم. این برای بیرون رفت از این قضیه، یک مورد اینه که ما وجدان خود را قاضی بسازیم. نکته دوم، فقر موجوده اقتصادی و فرهنگی برچیده شه. نکته سوم، یک
سیستم شفاف رایدهی در نظر گرفته بشه که بستر تقلب و تخلف رو در ضرب صفر کنه. یک سیستم الکترونیکی. شما ببینیم اگر تذکره استیکر داره چیکار بکنه. بابا جناب استاد، این قسمت میخوام اشاره بکنم. حالا یک سیستم الکترونیکی شما اشاره کردین، اما وضعیت افغانستان هم در نظر داشته باشین. سایت های انتخاباتی در جاهایی هست که اصلا برق وجود نداره و اون امکاناتی که شما میخوایم که نیاز در یک انتخابات باشه وجود نداره. چی باید کرد؟ ببینیم، ما واقعا شرایط افغانستان رو درک میکنیم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسی که میخوایم منصفانه قضاوت بکنیم در مورد افغانستان، اما کار بسیار دشواری نیست. خیلی از سیستمایی که امروز به شکل آفلاین کار میده، حداقل شما با یک انگشت نگاری ساده میتونیم تشخیص بدیم که شما صلاحیت و جایگاه رای دادن را داریم یا نداریم. وقتی شما یک تذکره برقی را داشته باشیم در جیب خود وارد میشیم، نیازی به تذکره استیکر نیست، نیازی به ثبت اطلاعات قبلی شما نیست، چون شما قبلا ثبت شده و شما فقط با یک انگشت نگاری که شما آقای اکس هستین، از کجا سکونت داریم، سن شما چند است و مشخصات شما چی است، راحت میتونیم برگه خود را گرفته به اساس یک انگشت نگاری ساده که اون توسط یک دستگاهی که بسیار ساده است، حتی با یک باتری ساده میتونه این پاسخگوی قضایه باشه وقتی اطلاعات وارد این قضیه بشه. یعنی خیلی کار دشواری نیست. همین اکنون هم در خیلی از کلان شهرها به اساس مشکلات موجوده متاسفانه برق نیست، اما واقعا ما میتونیم پروسه های اینچنینی تا یوم القیامه اینچنین اینا رو بالا تعلیق در بیاریم که ما چه وقت به رفاهیت خواهد رسیدیم، چه وقت ما از تمام امکانات و سهولت ها و تکنولوژی استفاده خواهیم کرد، چه وقت ما میتونیم سیستم درست و منظم الکترونیکی داشته باشیم که در پایان انتخابات نتایج اعلان بشه. این نیازمند قربانی دادن فرد فردی سرزمین هست. اگر امروز من نمیپذیرم که تذکره بگیرم، آقای دیگر نمیپذیره که تذکره نگیره و یک آقای دیگه به یک فکر دیگه به یک بهانه دیگه یک مشکل آفرینی میکنه، سرانجام مقصر اصلی ما هستیم. ما عامل کندی این سیستم های ملی بودیم. بنابراین با این روی کرد وقتی ما وارد میشیم، انتظار هم نباید داشته باشیم که فردا شفافیت ایجاد بشه، فردا انتخابات 100% شفافی داشته باشیم و فردا در پایان ساعت رای دهی نتایج انتخابات مشخص بشه که چه کسی تانسته رای کافی و رای وافی رو بگیره و چه کسی برنده انتخابات است و چه کسی بازنده انتخابات است، و باز اون وقت طرف های دیگه که دغلبازی میکنن و به نوعی سرصدا و پا میکنن و مردم رو به نوعی اسیر میکنن، باز سرصداهای رو بلند میکنن که نه ما انتخابات شفاف نبوده، انتخابات رای نبوده، انتخابات اقدر نبوده و حرفای از این قبیل که متاسفانه ما در گذشته هم شاهدش بودیم. ما امیدوار هستیم جناب محمدی ناظرین که مردم ما و ملت ما با هوشیاری کامل همیشه با پای پروسه‌های ملی مثل انتخابات برن و با هوشیاری و صداقت و شجاعت لازم مدبرانه انتخاب بکنن، به مناطق سمتی و مذهبی و قومی و حزبی خیلی توجه نکنن و اینا چیزای مردودی از تخصص و تعهد و شایستگی رو ملاق قرار بده. سپاسگزارم از شما، تشکر در برنامه بودید. بله من عزیز سپاسگزار هستیم از جناب آقای دانشیار و استاد عزیزمون که در برنامه حضور پیدا کردن و دعوت ما رو قبول کردن. میان برنامه کوتاه می‌بینیم، بعد از میان برنامه با ما همراه باشید.